شهید و زخمی شدن 5 تن در ولسوالی پاتوی ولایت دایکندی به دلیل انفجار یک ماین جاسازی شده. از سوی هم ادامه تحرکات طالبان بر نوار مرزی خواد، بیسود و دایمرداد. در همین حال مقام های بامیان گزارش بدهند که یک پسته امنیتی سر کوتل شیبر ایجاد شده است. اما در کل در هزارستان فعلا چه میگذرد؟ سلام بر شما مخاطبان عزیز، امیدوارم شما هر جا که هستین صحتمند و سرحال باشین. طبق روال همیشگی در این شب روزها تلاش می‌کنیم که هر شب روز خبرهای از مناطق هزارستان را برای شما دوستان عزیز پخش بکنیم. در دایکندی متاسفانه بر اثر انفجار یک ماین جاسازی شده یک تن شهید شد و 5 تن دیگر زخمی شده است. البته تاریخ فکر کن نگفتیم، روز 28 می بود و برابر با 7 جوزای سال 1400 هجری شمسی. و متاسفانه ولسوالی پاتو در روزها بسیار بسیار به شدت ناامن هست و هر لحظه احتمال حمله طالبان برای ولسوالی وجود داره. و متاسفانه که در این ساحه نه تنها طالبان بالای پسته های امنیتی حمله میکنند، بلکه بالای مردم ملکی نیز حمله میکنند و در جاهای مختلف مشاهده بدیم که بالای قریه ها حمله کرده است. مناطقی از جمله لورشه و جاهای دیگر در سال گذشته نزدیک به 100 نفر شهید و زخمی داشته. در دایکندی ولسوالی دیگری که از نگاه امنیتی زیر تهدید بلندی قرار دارد ولسوالی کجران هست که در روسا هم همچنان طالبان در نوار مرزی آن به شدت فعالیتشان را زیاد کرده است. در میدان وردک دوستان عزیز، جلیز متاسفانه که از روزی که سقوط کرد تهدیدات بالای 20 زیادتر شده و فعلا آنطوری در خبرهای دیروز هم اشاره کردم در قسمت‌های از دایمرداد، خوا، طرف‌های سمت ناهور، حتی تا قره‌باغ و جاهای دیگر در همین مسیر کلن طالبا جابجا شده و هر روز تحرکاتی داره و تقریبا هر روز میتونیم بگیم که اینا یک فایرهای داره و یک کمبش مرمی به سمت مردم و نیروهای امنیتی که در این ساحت هستن پرتاب میکنه و فضل خدا آمدگی کامل هم مردم تا حد را گرفته و اجازه نمیده که کسی بخواید از زور وارد ملکشان شده و هر جنایتی که دلشان شد را انجام بده. و در همین حال دوستان عزیز، گزارش های زید نقیز شما در شبکه اجتماعی هم دیده بودن که برخی مگه درگیری بوده و حمله بوده، جنگ جدی نبوده، فقط کم و بیش هر روز یک فایرکار رونا میخوای بکنه و به نحوه میخوای یک آمادگی ما رو محک بزنه که نو آماده هست یا نیست در کل. ولی انشالله که با وحدت همدلی به هیچ کسی اجازه نمیتون تا به سرزمین ما چشم میدوزه. بعد سقوط جلیز یک اندازه خطر هم متوجه دره قربان و بعد بامیان بوده دوستان عزیز. به این خاطر مقام های بامیان امروز گزارش شده، خصوصا تلویزیون بامیان از قول مقام های محلی که در سر کوتل شیبر یک پوسته ایجاد شده تا این قسمت ها رو نظاره بکنه. قبلا هم در اینجا یک پوسته بسیار کوچک بود که دو سه نفر اونجا حضور داشتن، ولی تعداد نیروها در اینجا افزایش پیدا کرده است. در این مسیر قبلا دو پوسته بوده، یک سر کوتل بوده که در یک جای دیگه نامش چی بودن در رد مسیر رو، حالا در اینجا سر کوتل پوسته یک اندازه استحکامیت بیشتر شده تا بالاخره نظارت داشته باشه که طالبان از ساحه به طرف بامیان نتونه حمله بکنه. در سمت شمال دوستان عزیز، در صبح و جاهای دیگه بلخاب هم کم بیش تحرکات طالبان داشته، ولی در روزها درگیری مستقیم و حمله مستقیم نداشته است. قسمت های جغری ما خوبتر هست یک اندازه، اما در قره‌باغ هاجرمدی اینجا دوستان عزیز اصلا وضعیت خوب نیست، وضعیت بسیار شکننده هست، اصلا هیچ مقاومتی در اینجا وجود نداره تا در برابر طالبان بخوای مقاومت بکنه و اینا هم هر روز برای مردم تهدید بنویس و موردهایی ذکر میکنه که کلا میخواد برای مردم وادار به جنگ بکنه تا بتونه زور بگه سر مردم و این مسائل ها که جای بدبختی هست و مسیر راه اصلا امن نیست. دشت قره‌باغ هر وقت دلشان شد اینا مردم پایین میکنه، هر وقت دلشان شد مردم رها میکنه، هر وقت دلشان شد پول طلب میکنه، هر چی که دلشان شد هر فیلم میگه خواستن سر مردم متاسفانه پر میکنن. این تازه ترین خبرها از مناطق خزرستان بود که به سمت رساندم. خواهشان از آن همتنم صفحه جدید ما را حتما لایک و فالو بکنن که متاسفانه هر روز برای ما یک مشکل ایجاد میکنن، صفحه فیسبوک ما را و یوتیوب ما را و اینستاگرام ما را. ولی با وجودی که خیلی شکست های بدی میخوریم، ما همچنان برای خود اجازه برای خود ادامه میتیم، اجازه نمیتیم که کارهای ما فعالیت های متوقف شود. این از نگاه مالی بسیار ضربه میخوریم، دیگر مورد ها وقفه هایی که ایجاد میشه از نگاه مالی خیلی ضربه میخوریم، اما چاره چیست؟ باید بریم بالاخره، چون ما مستقل هستیم، از طرف هیچ نهادی کمک نمیشیم و هر از گاهی هموطنان ما و مخاطبان ما که همکاری به ادعای داشته دیگه
ما نه از هیچ جیرانی کمک دریافت کردیم و نه هم میخوایم دریافت بکنیم. میخوایم مستقل باشیم. مستقل بودن چالش های خود داره، اما تشکر از اینکه شما همچنان با ما هستید. صفحه جدید ما رو حتما دوستای عزیز لایک و فالو کنید. خبر افغانستان.